لندن است رادیوی بی, بی سی. هفته صبح تهران خانم و آقایان سلام صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر من علی حمیدانی هستم این چشم انداز بامدادی بی بی سی بسیار خوش آمدید جهان در سلطه کرونا افزایش شمار مبتلایان به دست کم 640 هزار نفر جان باختگان 30 هزار نفر میپرسیم به کجا میرویم در ایران محمد رضا خاتمی برادر محمد خاتمی و نماینده مجلس ششم هم به کرونا مبتلا شده یکی از هزاران مبتلا این روزها در ایران درباره وضعیت در ایران هم مفصلا خواهیم شنید در خبر دیگر مرتبط با ایران رویترز گزارش مفصلی از جزئیات ترور مسعود مولوی در ترکیه منتشر کرده ایرانی که یک کانال تلگرامی علیه رهبر جمهوری اسلامی را اداره کرد می‌پرسیم دولت ترکیه چه کار خواهد کرد و می‌شنویم که پنتاگون مشغول تهیه نقشه‌ای برای نابودی یکی از نزدیک‌ترین گروه‌ها به جمهوری اسلامی ایران است در حرق. همه پس از مشروع خبرها از تهیه کننده برنامه محمد سباهی اینجا لندن است رادیو بی بی سی درود و روزتان خوش بر اساس داده هایی که دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا جمع آوری می کند آمار کسانی که در اثر ابتلا به ویروس کرونا در جهان درگذشتند تا کنون از سی هزار نفر فراتر رفته شماره قربانیان بیماری کووید 19 در آمریکا در عرض یک روز دو برابر شده و به بیش از 2000 نفر رسیده و 127 نفر بیست هزار نفر هم مبتلا شدند اما این ایتالیا است که همچنان رده نخست جان باختگان بر اثر ویروس و کرونا را دارد با بیش از ده هزار نفر در شبان روز گذشته 889 نفر قربانی بیماری کووید 19 شدند که کمتر از روز پیش از آن است در ایران وزارت به بهداشت شمار مبتلایان به ویروس کرونا را تا بعد از ظهر دیروز 35408 نفر و جان باختگان را 2517 نفر اعلام کرده. در همین حال دولت ایران تصویب بسته حمایتی 100 هزار میلیارد تومانی را برای رویارویی با پیامدهای ناشی از گسترش ویروس کرونا اعلام کرده. علی ربیعی سخنگوی دولت بسته اقتصادی 100 هزار میلیارد تومانی که در دولت بحث شده بود مورد تصویب ستاد ملی کرونا قرار گرفت. 8 هزار میلیارد تومان در قالب بسته معیشتی برای طبقات پایین اجتماعی که آسیب خوردن بیکار شدن اینها شناسایی شدن خبرهای جهان رز بی بی سی فارسی بیشنوید مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا ضمن استقبال از اعلام فهرست هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با گروه طالبان آن را همه شمول خوانده و از رهبران افغان به خاطر آن ابراز امتنان کرده اما همزمان گفته اگر در کابل روی ایجاد حکومت همه توافق شود همه توافق شود افغان افغانستانی ها شاهد آینده روشنی خواهند بود این در حالی است که در روز پس از اعلام فهرست 21 نفره هیئت مذاکره کننده کشمکش میان دولت افغانستان و گروه طالبان بر سر آن رو به افزایش است گروه طالبان این هیئت را فاقد صلاحیت خوانده که همه شمول نیست و بر خلاف موقف اصول و توقف توافقات این گروه با آمریکا تشکیل شده آصف معروف بیشتر برای من میگوید زلمه خلیزات فرستاده امریکا برای امور صلح افغانستان نیز گفته است که این تیم نماینگر نمای واقعی ملت افغانستان است این اظهارات میتواند طالبان را حالا در یک موقف دشواری قرار بدهد طالبان از روبرو نشستن با تیم دولت افغانستان پیوسته حذر اند. اما ناجی انوری سخنگوی وزارت صلح افغانستان گفته در مذاکرات بین الافغانی در مقابل طالبان تنها جمهوری اسلامی افغانستان وجود دارد و هیئت مذاکره کننده را نیز دولت تنظیم می کند. و به گزارش های دولت عربستان نیروهای دفاع هوایی این کشور موشک‌های بالستیک را بر فراز ریاض پایتخت و شهر جازان در کنار مرز یمن منهدم کردند هنوز مشخص نیست این ها از کجا شلیک شده و کسی هم مسئولیت این حمله ها را بر عهده نگرفته است صبح دهمین روز از فروردین همه شما شنوندگان عزیز به خیر خدمت شما هر کجای که هستید سلام می کنم امیدوارم در این روزگار عجیب و غریب حال احوالتون خوب باشه علی همدانی هستم و کار امروزمون رو آغاز کنیم با خبرهای مرتبط با کرونا شمار مبتلایان قطعی به ویروس جدید کرونا در جهان به دست کم 640 هزار نفر رسید آمریکا در حالی بیشترین شمار مبتلایان را دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ممکن است نیویورک را قرنطینه کند بیش از 2000 نفر در سراسر آمریکا درگذشتن در ایالت نیویورک 52 هزار مورد تایید شده کرونا وجود دارد و بیشترین میزان فوتیا در این ناحیه هستند با همکارم سینا علی صحبت کنیم سینا وقتت بخیر از لس آنجلس با ما صحبت میکنه سینا از آخرین ها در این کشور برامون بگو سلام علی بله بعد از اینکه آقای ترامپ گفت ممکنه نیویورک و دو ایالت اطرافش رو یعنی نیوجرسی و کاناتیکات رو قرنطینه کنه این با واکنش خیلی شدید اندرو کومو فرماندار نیویورک روبرو شد و الان تازه ترین خبری که داریم ظرف دقایقی پیش آقای ترامپ صرف نظر کرده ظاهرا از این تصمیم گفته کارگروه مقابله با ویروس کرونا در کاخ سفید توصیه کرده که نیازی به اعمال تدابیر خیلی شدید مثل قرنطینه نیست چون آقای کومو گفته بود که این کار به کلی غیر معقوله یعنی از نوع قرنطینه که در ووهان چین شاهد بودیم گفته بود ممکن نیست در نیویورک به خصوص که اشاره کرده بود ممکنه باعث ویرانی اقتصادی بشه و در واقع بهبودی از بحران اقتصادی رو خیلی خیلی سختتر بکنه بر حال آقای ترامپ میگفت که نگرانی داره که با توجه به اینکه از کل صد و خوردی هزار موردی که در آمریکا هست نصفش مراد به نیویورک نیویورک داره مرکز شیوع میشه و برای مثال گفته بود که سفر نیویورکی ها به فلوریدا اونجا مشکلاتی به بار آورده و اون نمیخواد که این وضع ادامه پیدا بکنه در خبرهای دیگه که مراد به نیویورک هست من اشاره کنم که اول انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری این ایالت برای دو ماه از طرف آقای کومو عقب افتاده یعنی تا روز 23 جوان از طرف دیگه او هشدار داده که نقطه اوج بیماری تازه دو تا سه هفته دیگه از راه خواهد رسید و در حالی به زودی نیازمند سی هزار دستگاه تنفس مصنوعی دیگه خواهد بود یعنی در واقع با, با کمبود این تعداد دستگاه تنفس مصنوعی روز و الان گزارش میشه که بیمارستان های نیویورک با به شدت با کمبود تجهیزات پزشکی روبرو هستند و البته در سایر ایالات ها, ایالات ها هم گفته میشه که به زودی ممکنه این نوع کمبود به شدت به زودی احساس بشه سینا بریم سراغ سایر نقاط جهان یک جورایی برای اولین بار شاید دنیا یک رنگ شده باید تو گفت در ایتالیا دومین کانون اصلی شیوع کرونا بین کشورهای دنیا در یک روز 889 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خودشون رو از دست دادن روز جمعه شمار کشته شدگان البته سی نفر کمتر شده در ایتالیا بریم سراغ سراغ سایر نقاط جهان از بقیه دنیا بگو که دارن با کرونا دست و پنجه نرم بله همینطور که اشاره کردی حالا حداقل 640 هزار نفر تا حالا مبتلا شدن به این ویروس که بعد از آمار آمریکا در سطح هست بعد از اون ایتالیا، چین، اسپانیا، آلمان و ایران به ترتیب در مقامهای بعدی هستند دانشگاه جان هاپکینز که جان هاپکینز آمریکا که مرتبه این آمار جمع آوری میکنه حالا می حداقل 30 هزار نفر در اثر ابتلا به این ویروس جانشون رو از دست دادن و البته 135 نفر هم بهبود پیدا کردند یکی از بتای آمارها باز مربوط به ایتالیا هست مثل روندی که در چند روز اخیر شاهد بودیم که نزدیک 900 نفر در 24 ساعت اخیر یعنی تا روز زمان اعلام این آمار در روز شنبه جانشون رو از دست دادن و آمار در به ده هزار نفر در این کشور رسیده و همچنان مکانهای عمومی به کلی تعطیل در این کشور و از مردم خواست شده که از خونه چون بیرون نیان بعد از اون اسپانیا وضع وخیمی داره آمار قربانیان از 5000 نفر گذشت در روز شنبه مجموعا تا به حال که 832 موردش مربوط به 24 ساعت اخیر بوده و بیش از 72 هزار نفر هم در این کشور مبتلا هستند از طرف دیگر دیگه در بریتانیا مقام های بهداشتی هشدار دادن که اگر بتونیم آمار قربانیان رو زیر 20 هزار نفر نگه داریم در مجموع خوب عمل کردیم و این البته با واکنش انتقادآمیز برخی متخصصان روبرو شده که میگن بریتانیا با زودتر تدابیر شبیه قرنطینه رو اعمال میکرد تا این کشور بیش از هزار مورد قربانی داشته و هفته هزار نفر هم مبتلا شدن و من مختصرا اشاره کنم در آلمان هم آمار ابتلا حالا به پنجه هزار مورد نزدیک شده که شی هزار مورد افزایش داشتیم داشت در 24 ساعت تأخیر و در فرانسه هم به سی و هزار مورد رسیده سپاس سینا علی نجات که از کالیفرنیا با ما صحبت میکرد سینا مواظب خودت باش اجازه بدید که به ایران بریم یکی از عمده ترین نقاط شیوع ویروس کرونا در جهان دست کم یک مقام در ایران سرانجام اذعان کرده که ویروس کرونا در بهمن ماه اوایل بهمن ماه در ایران ظاهر شده در اوج های حکومت برای بسیج مردم برای شرکت در تظاهرات حکومتی 22 بهمن و همینطور انتخابات مجلس رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مقابله با بحران کرونا در ایران میگوید ویروس کرونا از اوایل بهمن به صورت خزنده و بی علامت در ایران چرخش داشته علی اکبر حقدوس که روز شنبه 9 فروردین از طریق کنفرانس ویدیویی به سوالات خبرنگاران پاسخ میداده چنین نظر داده ویروس کرونا در ایران نقل به این میکنم با تاخیر تشخیص داده شده اعلام چرخش ویروس در کشور از اوایل بهمن در حالی رخ میده که پیش از این مقامهای وزارت بهداشت اصرار داشتند که این ویروس تازه از اواخر بهمن وارد ایران شده همزمان رئیس جمهوری ایران از سختگیری بیشتر با کسانی خبر داده که طرح فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکنند از دیروز اجرا شده و بیشتر شامل محدودیت در مسافرت و محله خودکار است حسن روحانی همچنین گفته که هر کسی به بیماری ناشی از ویروس کرونا مبتلا شده باشه 90 درصد مخارجش رو دولت و بیمه پرداخت میکنه طبق آمار وزارت بهداشت از روز گذشته بیش از 3000 نفر دیگر دارای این بیماری تشخیص داده شدن و نزدیک به 140 نفر هم جان باختند فیروز یک بیان گزارش میدهد الان اگه اجازه میدید بریم اگه اجازه برمی برمیگردید بعضی به هشدار دولت درباره محدودیت های سفر بی توجهند. بعضی هم میگویند اصلا روحشان خبر نداشت. من نمیدونستم دیروز رفتم الان امروز برگشتم. طرح فاصله گذاری اجتماعی با تمرکز بر محدودیت های سفر از جمعه اجرا شد. با این حال به گفته تلویزیون ایران روز شنبه تنها در سه محور منتهی به تهران بیش از 1600 خودرو برگشت داده شده اند. دوارم هیچ وقت در این تر... شاید جا... به دلایلی از این دست است که حسن روحانی از سختگیری بیشتر گفت از عزیزان خواهش شده که هر کس در استان خودش باقی بمانه و به استانهای دیگر سفر نکنه این خواهشی بوده که شده و حالا اگر کسی هم بخواد این رو اجرا نکنه این بار یه مقدار سختگیرانه باش برخورد میشه جلوش گرفته میشه اگر بخواد مقاومت کنه اگر بخواد گوش نکنه خب مجازات های براش در نظر گرفته شد حسین اشتری رئیس پلیس هم از جریمه رانندگانی گفت که ممنوعیت رفت آمد را نادیده بگیرند 500 هزار تومن جریمه تو روح به مدت یک ماه و به هر صورت مشکلاتی را برای اون راننده عزیز و سرنشینانش ایجاد خواهد کرد بر مبنای 20 فروردین مردم در نظر بگیرند. این مدت... رئیس جمهوری ایران میگوید محدودیت ها تا 20 فروردین برقرار است و 15 فروردین بازبینی می شود با وجود سختگیری های تازه آمار مبتلایان همچنان سیر سعودی دارد بر اساس آمار وزارت بهداشت از روز جمعه تا شنبه 3076 نفر به مبتلایان اضافه شدند. جمع کل 35408 نفر. با مرگ 139 نفر دیگر شمار قربانیان حالا به 2517 نفر رسیده. در مجموع 11679 نفر هم بهبود پیدا کرده اند. هرچند به گفته بعضی از منابع بیمارستانی و نمایندگان مجلس آمارهای واقعی بالاتر از این ارقام است. رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا گفته ویروس کرونا از اوایل بهمن حدود دو ماه پیش چرخش داشته. به گفته علی اکبر حق موارد اولیه بی علامت بودند یا علائم خاصی نداشتند و شناسایی نشدند. از مقامهای ایران همواره انتقاد شده که در مورد ورود کرونا به کشور اطلاع سانی شفاف نکرده اند. همزمان علی ربیعی سخنگوی دولت از اختصاص بودجه هایی برای مقابله با کرونا گفت. بسته اقتصادی 100 هزار میلیارد تومانی که در دولت بحث شده بود مورد تصویب ستاد ملی کرونا قرار گرفت. 8 هزار میلیارد تومان در قالب بسته معیشتی برای طبقات پایین اجتماعی که آسیب خوردن بیکار شدن اینها شناسایی شدند این روزها روزهای تعطیلات نوروزی است با وجود نادیده گرفتن هشدارها از سوی عده‌ای کسانی هم هستند که ویروس کرونا را جدی گرفتند و در خانه مانده اند اما اگر قرار است که این دشمن نادیده شکست داده شود همت همه را میخواهد نه یک شهر یا یک عده طبق به خاطر خودتونه به خاطر ما نیست به خاطر کشور ما از کرونا نجا پیدا کنه داداش فرگرد یوزاک در ضمن صدای یک مامور پلیس رو میشنیدید که اتومبیل ها رو در میانی جاده در ایران پس میزد اجازه بدید که با دکتر محمد کاظم عطاری صحبت بکنیم محقق پزشکی اجتماعی پزشک و محقق دانشگاه جورج واشنگتن که از شهر واشنگتن ما هستن آقای دکتر آغاز بکنیم اول از ایران فاصله گذاری اجتماعی یا دوری گزینی اجتماعی کاری هست که به حال به تازگی در ایران آغاز شده فکر میکنید که چقدر حالا موثره البته همطور که فرمودید درسته که خیلی خیلی دیر شروع شده و در زمانی که تقریبا موارد اولیه و قابل کنترل تبدیل شده به یک اپیدمی که تقریبا تمام شهرها و حتی تمام مناطق مختلف شهرها رو درگیر کرده اما در این حال باز این هم غنیمت هست و ما اینو به فالنیک نیک میگیریم اگر واقعا بر اساس اونچه که تصویب شده و تصمیم گرفته شده اجرا هم به همون شکل باشه و همکاری های بافت های مختلف حکومت در جهت اجرای اون وجود داشته باشه، تاثیرات خیلی خوبی رو ما طی دو دوره دیگه یعنی بین 14 تا 28 روز آینده خواهیم دید حتی بر اساس مقالات جدیدی که طی یکی دو روز گذشته و نظرات سازمان بهداشت جهانی ما داریم میشنویم همه معید این هست که قرنطینه و فاصله گذینی اجتماعی بسیار بسیار مؤثر هست در کمتر شدن آمار مبتلایان و کمتر شدن گسترش بیماری و همچنین رسیدن به اون خط صاف منحنی و سرازیر شدن به سمت سیر نزولی چقدر ممکن هست که اگه بخوایم نگاه بکنیم مثلا مورد بریتانیا رو اینجا در بریتانیا بر حال آمار به شدت در حال بالا رفتن دولت گفته هر سه روز ممکنه شما مبتلایان دو برابر بشه دیروز گفته شد که دولت در تلاش تا تعداد قربانیان رو زیر بیس هزار نفر نگه داره تازه اینجا از کشوری داریم صحبت میکنیم که یکی دو هفته بعد از اینکه بیماری جدی شد قرنطینه ای رو که ازش صحبت میکنیم به اعمال کردش چقدر این دوری گزینی یا فاصله گذاری اجتماعی میتونه در واقع اوج بیماری رو عقب بندازه اگر بخوایم از نظر زمانی نگاه کنیم دو هفته سه هفته یه ماه همطور که خب خودتونم اشاره فرمودید چون دوره کمون این بیماری چهارده روز هست به همین دلیل هر اقدامی که انجام بشه حداقل دو تا سه دور زمان میخواد تا اثرات خودش رو نشون بده ما این جهشی که یا بالا رفتن آماری که داریم میبینیم همین الان چه در ایران چه در انگلستان که اشاره فرمودید این برمیگرده به سیاست های حدود بین 20, تا 20 روز تا یک ماه قبل که خب اعتقادی نداشتن به قرنطینه و زیاد سختگیری های آنچنانی وجود نداشت و حالا خب داریم اثراتش رو میبینیم از طرفی مطالعات نشون داده که به ازای هر یک بیماری که ما داریم شناسایی میکنیم پنج تا هفت بیمار ناشناخته وجود دارند کسانی هستند که با علامت های بسیار ناچیزی هستند جوان هستند که علامت های خیلی شدیدی ندارن و اینها هستند که عامل انتقال هستند پس اگر قرنطینه وجود در واقع اعمال بشه به خصوص در مورد افرادی که حتی علامت ندارن و یا علائمشون شروع نشده اینها نتایجش همونطور که عرض کردم بین 14 روز تا 28 روز یعنی حدود یک ماه بعد نتایجش رو خواهیم دید وگرنه سونامی کرونا حتی ممکنه بیشتر از این میزانی که در انگلستان اعلام شده مرگ و میر به همراه داشته باشه چون ظرفیت های سیستم درمانی محدود هست سوال آخرم در شهر نیویورک هست آقای ترامپ گفته مشغول سبک سنگین کردن قرنطینه کردن چند جمله نیویورک آیا زمان مناسبی است دیر شده واقعیت اینه که نیویورک خیلی خیلی دیر شده نیویورک یک شهری هست با بافت جمعیتی و بافت معماری بسیار خاص خود تمام افراد در خیلی با فاصله نزدیک از هم زندگی میکنن رفت آمد میکنن عبور و مرورشون خیلی با فاصله کم هست و در نتیجه الان اطلاعاتی که ما از نیویورک داریم این هست که علاوه بر این که در تمام مناطق بخصوص خصوص مناطق مرکزی نیویورک پر از پر شده از مبتلایان بیمارستان ها دیگه تقریبا دستگاه های تنفس یا همون ونتیلاتوری برای اضافه شدن ندارن درخواست 300 هزار دستگاه ونتیلاتور کردن که خب این هم جای بحثه که اصلا کدوم شرکت و کدوم تولید کننده میتونه اینو جایگزین بکنه و واقعا بحران بسیار زیادی هست و این قرنطینه باز هم عرض میکنم خیلی خیلی دیر هست ولی امیدوارم که موثر باشه برای ماه آینده بحران در نیویورک شهری که زمین و آسمان مملوست از جمعیت گفتگو میکردن با دکتر محمد کاظم عطاری محقق پزشکی اجتماعی که از شهر واشنگتن با میخواستم یک بار دیگه از همه شما شنوندگان شما عزیز دعوت بکنم تا در این بحث شرکت بکنید هم از کرونا بگید هم از نوروز بگید هنوز سه چهار روز چهار روز با احتساب امروز مانده تا پایان ایام نوروز نوروزی که متفاوت بوده چطور به شما گذشته و چطور سالی که آغاز شده رو؟ می میتونید می با ما تماس بگیرید. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی at BBC شما بام دادی@ bbc.co.uk دو فر44، سی70، 4صد و9، 22 22. بریم سایر خبرهای ایران در ایران در یک نگاه علی ربیعی سخنگوی دولت ایران میگوید با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت‌های قرنطینه‌ای در قالب فاصله گذاری اجتماعی پنج روز دیگر تمدید شده و تا 20 فروردین ادامه خواهد داشت. محمد رضا خاتمی دبیر کل سابق حزب جبهه مشارکت و نایب رئیس مجلس ششم هم به کرونا مبتلا شده او برادر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران است و پزشک است رئیس سازمان زندانها در ایران اعلام کرده که حدود 100 هزار زندانی با شیوع کرونا مرخصی گرفتند نگرانی از سلامت زندانیان و محیط زندان از دلایل این تصمیم بوده دادستان استان کردستان ایران میگوید از میان 74 نفری که از زندان سقز فرار کردند 12 نفر به زندان بازگردانده شدند همزمان ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضایی ایران در جلسه با مقام های قضایی و انتظامی دستور داده که مراقبت های امنیتی از زندان ها برای مقابله با فرار زندانیان افزایش پیدا کند جعفر کریمی یکی از مقامهای دفتر آیت الله خامنه ای درگذشت او مسئول شورای استفتاعات دفتر رهبر ایران بود و رسانه های ایران میگویند مرگ او ارتباطی با شیوع کرونا ندارد و انجمن اسلامی مهندسان که یک تشکل سیاسی اصلاح طلب در ایران است در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران خواهان دستور قاطع برای منع کامل تردد شده و از گروههایی که واپسگرا خوانده که تصورات توطعه محورانه درباره شیوع کرونا در ایران دارند انتقاد کرده رسانه های رسمی بعضی مقام های ایران و همینطور آیت الله خامنه ای بدون ارائه شواهد و مستندات احتمال ترور بیولوژیک را مطرح کردند و اتهام ساخت کرونا را به آمریکا نسبت دادند در خبر دیگری مرتبط با ایران روزنامه ای آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش اختصاصی خبر داده که با وجود دستور پنتاگون برای طرح تهیه طرح نظامی نابودی کتائب حزب الله گروه شبه نظامی شیعه عراق در حمایت از ایران یکی از فرماندهان ارتش آمریکا ضمن تاکید بر موانع لوجستیکی این تر نسبت به احتمال درگیری نظامی گسترده با ایران هشدار داده نیویورک تایمز روز جمعه 27 مارس به نقل از چند مقام دولتی و نظامی گزارش کرده در جریان جلسه روز 19 مارس در کاخ سفید دانالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اجرای چنین عملیاتی رو اجازه نداده مجوزی صادر نکرده اما به پنتاگون اجازه داده به تهیه نقشه نظامی برای چنین عملیاتی ادامه بده با بهمن کرباسی صحبت بکنیم که از نیویورک با ماست بهمن از این گزارش روزنامه نیویورک تایمز برمون بگو ادامه کشمکشی است که در ماهای گذشته هم هر بار که تنش های نظامی ایران و آمریکا در عراق افزایش پیدا کرده در کاخ سفید شاهدش بودیم که از یک سو وزیر خارجه آمریکا مشاور سابق امنیت ملی و مشاور فعلی امنیت ملی آقای اوبراین طرفدار برخورد شدیدتر دولت آمریکا ارتش آمریکا با ایران بودند در مواردی موفق شدند مثل کشتن قاسم سلیمانی در مواردی آقای ترامپ تصمیم به این گرفته که برخورد نظامی نشه یا برخورد نظامی محدود بشه و کسانی که مخالف بودند به صورت پیوسته در این تنش وزارت دفاع آمریکا به صورت کلی و مخصوصا جنرال هایی هستند فرماندهان ها هستند که در منطقه حضور دارند به خصوص در این مورد خاص فرمانده آمریکا نیروهای آمریکا در عراق که مخالفت کرده با اینکه پیشنهادهایی که آقای پمپو داده اجرایی بشه که از دید اون نگرانی وجود داشته که یک برخورد گسترده‌تر نظامی بیان انجام و نیروهای آمریکایی اگر هم بخوان وارد کشمکش نظامی با ایران بشن باید تعداد بیشتری اونطوری که او نوشته و گزارش شده و نیرو بفرستند خیلی بیشتر از 5000 نفری که الان در عراق هستند به همین جهت به نظر میاد که در اکثر موارد آقای ترامپ تصمیم گرفته که فاصله بگیره یا اجرا نکنه اون توصیه یا آقای پمپئو رو به استثنای کشته شدن آقای سلیمانی و گوش بده به حرف فرماندهانش که معتقدند این پیشنهادات ایران و آمریکا رو به یک جنگ تمام ایار نزدیکتر میکنه و این فرماندهان هستند که مخالف چنین جنگی هستند بهمن چقدر شرایط آمریکا زیر سایه آنچه که در دنیا داره اتفاق میافته یعنی ویروس کرونا و بیماری کووید 19 آماده پذیرش چنین عملیاتی هست که میتونه پر سر و صدا باشه برحال به هر حال به ویژه آمریکا این روزا به شدت داره دست و پنجه نرم میکنه با کرونا به هر حال هر که نزدیکتر هم بشیم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که هفت ماه از هفت ماه دیگه از حالا هست و همطور که شرایط کرونا انجام یک درگیر شدن در یک جنگ تمام عیار شاید از دید به بعضی از طرفداران آقای ترامپ حتی مخصوصا خود او مطلوب نباشه ولی کسان دیگری هم هستن که محاسبات متفاوتی دارن از جمله اینکه در شرایط این چنینی ممکن است فرصتی باشه که اتفاقاً افکار عمومی از مشکلات داخلی یه مقداریم از تمرکز بر اونها بپریزه و فاصله بگیره ولی اینها محاسبات سیاسی است که معلوم نیست کدومشون بیشتر در هزینه محاسبه هزینه فایده کاخ سفید تاثیر داره اون که تا به حال دیدیم اینه بود است که آقای ترامپ با فشار تمام عیار اقتصادی موافقت کرده ولی چندان علاقه من نیست که درگیری نظامی بین ایران و آمریکا حداقل یک درگیری تمام ایار رخ بده بخصوص که حالا در چند پیش از انتخابات ریاست جمهوری هست سپاس گذارم بهمن کرباسی از نیویورک با ما صحبت میکرد بهمن به خودت در شهر این روزها بحران زده نیویورک با شمندگان عزیز به نیمه راه رسیدیم اجازه بدید که نگاهی بندازیم به سرخط چند خبر از بی بی سی در لندن بر اساس داده هایی که دانشگاه جان هاپکینز آمریکا جمع آوری کرده امر... آمار کسانی که در اثر ابتلا به ویروس کرونا در جهان درگذشتند تا کنون از سی هزار نفر فراتر رفته شمار قربانیان بیماری کووید 19 در امریکا. در عرض تنها یک روز دو برابر شده و بی بیش از دو هزار نفر رسیده در ایران وزارت بهداشت شمار مبتلایان به ویروس کرونا را تا بعد از ظهر روز گذشته 35608 هشت نفر و جان باختگان را 2517 نفر اعلام کرده در همین حال دولت ایران تصویب بسته حمایتی 100 هزار میلیارد تومانی را برای رویارویی با پیامدهای ناشی از گسترش ویروس کرونا اعلام کرده و مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا ضمن استقبال از اعلام فهرست هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به گروه طالبان آن را همه شمول خوانده و از رهبران افغان به خاطر آن ابراز امتنان کرده و در این دهمین ده روز از فروردین دهمین ده روز از نوروز بشنوید که لندن بعد از یک هفته بسیار زیبا و آفتابی و بهاری تصمیم گرفت که رخت زمستونیش رو دوباره برتن کنه حالا که با شما صحبت میکنم دمای هوای لندن چهار درجه است بالای صفر و امروز قرار هست که بادی باشه وقتی هم میگم بادی یعنی اوزای خواهیم داشت ما در این کنم که در تهران دمای هوا حالا دوازده درجه است امروز قرار هست باران قشنگی در تهران بباره تبریز هشت مشهد هشت رشت یازده کرمان حالا هشت درجه بارانی عراق 5 درجه بارانی اصفهان 6 بندر عباس 21 در کابل 7 مزار شریف 12 هرات 10 و در دوشنبه هم دمای هوا 10 درجه است بالای صفر در ادامه چشمانداز بامدادی شنوندگان عزیز گزارش های خبری رو پی میگیریم ویژه برنامه های نوروزی رو پخش میکنیم و همینطور راز دانش رو هم از یاد نخواهیم برد که باز هم مرتبط است با کرونا این هفته هم کل برنامه رو به تحولات ویروس کرونا اختصاص میدیم اول سعی میکنیم به این سوال جواب بدیم که این ویروس چقدر روی سطوح و در هوا دوام میاره و شانس انتقالش از این طریق چقدره بعد از زبان یک متخصص درباره کشف معالجات احتمالی در آینده خواهیم شنید این برنامه فارسی بی بی است که از لندن پخش می شود به نیمه دوم چشمانداز بامدادی بی بی سی از لندن خوش آمدید من علی همدانی هستم شنوندگان عزیز قبل از اینکه برنامه را ادامه بدم این صفحه نمایش مانیتوری که جلوی چشم من هست هم مصرها را از روش میخونم اگر که دوست داشتم میدیدید چه وضعیتی داره بنابراین تحمل بفرمایید اگر که بعضی از کلمات رو با صبر میخونم و تحمل خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی نوشته تیمی از دیپلمات‌ها و ماموران اطلاعاتی ایران در قتل مسعود مولوی در ترکیه نقش داشتند. مسعود مولوی 29 آبان 1398 به ضرب گلوله در استانبول به قتل رسید. رویترز به نقل از دو مقام رسمی ترکیه که نخواستند نامشان فاش شود، نوشت فردی که در ویدیوی لحظه قتل در کنار او قدم میزند علی اسفنجانی نام دارد که مسئولیت تیم ترور آقای مولوی را بر داشته گفته می شود که آقای مولوی مدیر کانال افشاگر جعبه سیاه در تلگرام بوده که مطالب زیادی علیه بیت رهبر جمهوری اسلامی منتشر میکرده در گفتگو با ژیار گل خبرنگار ما که به طور اختصاصی ماها روی این پرونده کار کرده درباره جزئیات این گزارش تازه پرسیدم این گزارش رویترز به نقل از دو مقام ارشد دولت ترکیه گفته مأمور اطلاعاتی ایران که با پاسپورت دیپلماتیک در کنسول ایران در استانبول مأمور به خدمت بودن اینا در حقیقت در ترور مسعود مولوی نقش داشته فراموش نکنیم مسعود مولوی ما در یک مستندی که به او اشاره کردیم خودش گفته به ما تمام پیام ها و نوار صوتی که از ایشون داشته ایشون خودش هم گفته که با سازمان اطلاعات سپاه همکاری داشته البته یکی از نزدیکان او نزدیک به خانواده او به ما گفت که او حکر بوده نقشی در بازجوی اینا نداشته اما خب مسعود مولوی حدود پنج ماه پیش در استانبول در محله ششلی ترور شد الان مقامات ترکیه میگن شخصی به اسم علی اسفنجانی در حقیقت از جون سال 2018 یعنی حدود سه سال پیش دو سال خورده پیش مرتب از ایران با هواپیما از طریق فرودگاه استانبول به ترکیه میرفته و با ایشون نزدیک بوده خودشون نزدیک کرده و اونا معتقد هستن این شخص در حقیقت اطلاعات در ارتباط با مسعود مولوی رو به مقامات ایرانی یا مقامات امنیتی ایران داده چرا که این شخص روزی که مسعود مولوی یعنی نه نیم شب در محله شیشنی ترور شد روز قبل صبحش به کنسولگری ایران رفته و همون روز هم با زاربان تلفنی صحبت کرده یعنی کسایی که این مسعود مولوی رو ترور کردن فراموش نکنیم مسعود مولوی تنها شخصی نیست که تو ترکیه ترور شده دقیقا سال 2017 جون من اونجا بودم در استانبول که سعید کریمیان هم دقیقا به همین شیوه مسئول مدیر شبکهای تلویزیونی جم تیوی ترور شد اون موقع شاید شده بود که ایشون ممکنه تو کار پولشویی یا خلافکارای تبکار معامله داشتن و کشتنش الان مقامات ترکیه مقامات ماموران تغییر ترکیه میگن اثر, اثر, اثر دی ای که در محل ترور پیدا شده در حقیقت این ترور رو شواهدی نشون میده که این دو ترور این ترور ترور سعید کریمیان و مسعود و مولوی توسط گروهی تبهکار بوده که جفتشون در حقیقت توسط نیروهای امنیتی ایران استخدام شدن این علی اسفنجانی این شخصی که میگن به آقای مسعود مولوی خودش نزدیک کرده با توجه به اینکه با پاسپورت قانونا وارد ترکیه شده ظاهرا سه روز بعد با اتوبوس با نام جعلی به آغره در مناطق کردشین ترکیه میره و از اونجا از طریق مرز قاچاقی وارد ایران میشه به همین جهت به نظر میرسه رویترز گفته در روزها و هفته های آینده احتمالا دولت ترکیه رسما از ایران خواهان توضیح خواهد شد و با ایران مقابله خواهد کرد اما خب باید ببینیم ببینیم چی میشه من فراموش نکنیم یک هفته بعد از ترور مسعود و مولوی مایک پامپو گفته بود که این ایرانه که ایشون رو ترور کرده در استانبول و این نمونه تروریسم دولتیه و جالبه که بدون نوار صوتی که شخصی در آمریکا در ارتباط با مسعود مولوی بود ایشون برای من فرستاد و تلاش میکرده بره آمریکا نشون میده که ایشون به کنسولگری آمریکا مراجعه کرده بود اون موقع اما تقاضای ویزای او رد شده این فایل صوتی رو با هم بشنویم بعد با هم با شما خواهم بود سعی کردم به برم یونان. دیگه تو مرز ما رو گرفتن و پنجه روزم بازداشت بودم یعنی اگر که من در خطر نبود جونم این کارم نمی کردم که بخوام برم از اینجا برای همین کل اروپا هم در دست ایران میرسه به من کیس هم, هم که دیگه تمام تلاششون میکنم من این کارو یا بکشن یا برو باین. یعنی من یه عالم دیتا در اختیار دارم که آوردم بیرون ویدیو، فیلم، سند، خیلی برای همین نیاز هستش که اتفاق بیفته آمریکایی امریکایی متاسفانه خیلی ده ماه هی فسفس فس کردن و حالا میگن که نمیخوایم ببینیم اتون. صدای محسود مولوی رو شنیدیم در یک فایل صوتی منتشر شده بریم سراغ اکثر ترکیه به نظر میرسه که به حال دولت ترکیه در یک بحران تازه هست خصوصا در شرایط فعلی در روابطش با جمهوری اسلامی ببینید مشخص نیست واقعا دولت ترکیه چه موضوعی رو پیش خواهد گرفت فراموش نکنیم ترکیه شریک تجاری ایرانه معامله با ایران براش خیلی مهم بوده و در گذشته هم وقتی که مخالفان دولت روسیه در استانبول ترور شدن ترکیه سکوت کرد اما اینکه این دو مقام بلندپایه ترکیه به رویترز گفتن به زودی دولت ترکیه با ایران رسما از اونا توضیح خواهد خواست مشخص است آیا این افراد میخواهند با گفتگو با این روزنامه که نامشون فاش نشده دولت ترکیه رو در یک عمل یک موضع قرار بدن که مجبور بشن اکثر عملشون بدن یا نه واقعا دولت ترکیه میخواد در مقابل ایران وایسه و به این عملیاتی که ایران در استانبول انجام داده با اون روبرو بشه فراموش نکنیم البته در چند هفته چند ماه اخیر به خاطر مسئله ادلب دولت ایران و دولت ترکیه روبروی هم قرار گرفتن و موقعیت بسلا منافع اونها در سوریه کاملا در تزاده و در مقابل هم هست شاید به همین دلیل هم دولت ترکیه با ایران روبرو بسلا با اونا رسما از ایران توضیح بخواد و ممکنه حتی دیپلومات هایی رو هم اخراج بکنه اما هنوز تا به این لحظه ما اکسل عملی رسمی از دولت ترکیه ندیدیم فقط رویترز گفته در هفت روزها و هفته های آینده احتمالا دولت ترکیه رسما اعتراض خواهد کرد فقط این رو هم باید بگم ترور مسعود مولوی ترور سعید کریمیان ترور احمد مولانیسی در لاهه هلند و محمد رضا کلاهی سمدی در آلمیله هلند همه اینها توسط گروه های تبهکار انجام شده و این گروه ها استخدام شدن حالا اروپایی ها میگن این افرادی که در که هلند کشته شدن توسط ایران و به دستور ایران کشته شدند. حال ما میبینیم که رویترز گفته مقامات بلندپایه ترکیه میگن این افراد هم که در ترکیه کشته شدن در حقیقت در حقیقت توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شدن و به نظر میرسه سازمان اطلاعات سپاه به, به مسعود مولوی اختار داده بود که با سفارت کشورهای خارجی یا دیپلوماتهای های کشورهای خارجی ارتباط نداشته باشه و خودش تو همون صدای صوتی که برای من فرستاده بودن دو هفته پیش اونا حال خودش هم نگران بوده که اونو بکشن یا حتی بسا اونو برو بایند گفتگو میکردم با ژیار گل در زم صحبت این صفحه نمایش شد که مشکل داره و درست نیست و نورش کم من نمیتونم بخونم مهندس پخش برنامه صدا بردار برنامه گفت انقدر که شستنش در این روزا به خاطر کرونا راستم میگه خود من اولین کاری که کردم این سفر رو تمیز کردم در افغانستان تعطیلات سراسری مکاتب و دانشگاه به دلیل شیوع ویروس کرونا در وارد دومین هفته خودش شده به خاطر جلوگیری شیوع بیشتر کووید 19 مردم در ولایت هرات، فرا و نیمروز در قرنطینه هستند و در کابل پایتخت از روز گذشته محدودیت گسترده برگشت و گذار وضع شده و ادارات دولتی برای حداقل سه هفته تعطیل شدند. اما بودن در خانه چطور می‌گذرد؟ خبرنگار بی بی سی الله همین زاده از کابل و این گزارش بسیار شنیدنی. شاید کس فکرش را هم نمی کرد که روز انسان های جهان امروزی که مثل چرخه ماشین در گردشند مجبور شوند برای هفته ها در خانه بمانند. ویروس کرونا میلیون ها انسان را در بسیاری از کشورها از جمله افغانستان خانه نشین کرده است. در کابل برخی ها مانند مینجوند که در یکی از مکاتب این شهر معلم است به خاطر جلوگیری از دلتنگی در این ایام برایش مصروفیت های ایجاد کرده است چون در خانه ششته مطالعه می کنم و همچنان بعضی کتاب ها را به خاطر اطفال ترجمه می کنم و همچنان می خواهیم خیاطی را یاد بگیرم و بر خود کالا بدوزم آشپزی کنم او غذاهای را که تا به حال پخته نکردیم یا تجربه نکردیم می خواهیم اونا را یاد بگیرم مسکا هاشمی فارغ صنف دوازدهم و باشنده کندهار است ما از اینترنت ویدیوها را دانلود کردم که به ما آموزش می که چطور بتوانم از چیزهای غیر قابل مصرف استفاده کنم ما از بوتل های پپسی یک میوادانی ساختم و دیگر به همکاری خواهر خود از نخه و بافت یک گلدانی مقبول جور کردم یعنی اگر ما ببینیم اگر جوانان ما از وقتشان استفاده خوب و مثبت کنند هم شاید یک چیز را یاد بگیرند و هم شاید مبارزه با این ویروس باشند برخی از کاربران شبکه های اجتماعی هم از جریان مشغولیت هایی که در خانه برایشان ایجاد کرده اند فلم گرفته و در صفحات فیسبوکشان نشر کردند. تاهر <applause> <applause> پیمان کارمند کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان و یکی از کاربران شبکه های اجتماعی میگوید با موسیقی میشود وقت را خوش گذشتند. در این وضعیتی که فضای بیرون خطرناک است و ما نباید بیرون برویم و در خانه بمانیم ما در خانه میتونیم موسیقی بکنیم میتونیم کتاب بخوانیم میتونیم فلم ببینیم تا که هم وقت ما خوب استفاده شده باشه و هم دانسته باشیم تاثیر فضای بیرونی در بر داخل خانه کمتر بسازیم افزایش آمار مبتلایان ویروس و کرونا در افغانستان اما شماره را تحت فشار روانی قرار داده است ولی بسیاری ها میگویند با اتخاذ تدابیر بهداشتی مورال قوی و امیدوار بودن به آینده میتوان بر وضعیت غلبه کرد ترانه سلطان قلب ها رو میخوندن نه همکارم سپیلا همین زاده از کابل در افغانستان گذشته بود فرصت داریم تا چند پیام شما شامندگان عزیز رو هم بخونم که برای ما فرستادید مرتزا نوشته بابا میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست عید سال گذشته با سر شروع شد با کرونا به پایان رسید امسال خدا بخیر کنه عیدی که پدر مادر دوستان پدر مادر و دوستان و فامیل رو نبینی مهمانی نباشه اید نیست آقای همدانی تنهایی و دلتنگی است ارز کنم که سوهل نوشته در حالی که ایران در بحرانهای متعدد سلامت و مالی شدید به سر میبرد کانال های تل... تلگرامی همسو با سباب باستانان بدون توجه به منافع ایران مملو از ادبیات تنفرآمیز در برابر آمریکا و اسرائیل و عربستان هستند فریده برای ما نوشته سال سال این چند سال هر سال میگیم دقیق از پارسال یک آرزو برای همه ما شده فقط زندگی عادی و ریشکن شدن این بیماری از دنیا به امید اون روز خیلی زود فریده جان حتما اون روز خواهد رسید علم و دانش اینجا به داد بشر خواهند رسید ارز کنم خدمت شما که دیگه دیگهی برای ما نوشته اشکال در جمهوری اسلامی این است که کمتر کسی از رادیو تلویزیون ایران برای گوش دادن به سفارش شنیدن خبری استفاده میکنه اشاره علیرضا به شیوه خبررسانی هست در ایران و اینکه خبر مرتبط با محدودیت های آمده شد ممکن است به گوش همگان نرسد در گزارش فیروزه اکبریان هم البته به این نکته اشاره شده بود بسیار سپاسگزارم از همه شما که برای ما پیام فرستادید همچنان فرصت دارید به بی, بی سی شما شناسه ما در پیام بفرستید که اگر پیام شما تا پایان برنامه برسه حتما اون رو خواهم خوند یک یادآوری هم بکنم که برنامه های فارسی بی بی سی از امروز صبح از طریق فرکانس های جدید رادیویی ما پخش خواهند شد با برقراری وقت تابستانی اینجا در بریتانیا شنوندگان عزیز اگر که این برنامه را از طریق امواج کوتاه و متوسط میشنوید لطفاً امواج تازه ما رو یادداشت بکنید از ساعت 7 تا 8 بامداد به وقت ایران و افغانستان برنامه چشم انداز بامدادی بی بی سی از طریق این فرکانس های موج کوتاه پخش میشه 41 متر فرکانس 7485 و 7360 و 49 متر فرکانس های 5985 و 6180 کیلوهرتز در ساعت دوم چشم انداز بامدادی از ساعت 8 صبح تا 9 صبح به وقت تهران و کابل از طریق امواج کوتاه رادیویی 21 1.25 25 و 31 متر فرکانس های 13825 11875 و 9825 کیلوهرتز این برنامه رو میتونید بشنوید برنامه این چشم انداز بامدادی از ساعت 7 تا 8 و 30 دقیقه بامداد به وقت تهران و کابل از طریق موج متوسط یا AM 1413 کیلوهرتز هم پخش میشه این برنامه از ساعت 8 تا 9 صبح از طریق فرستنده های رله ما رله اف ام ما در سراسر افغانستان هم پخش خواهد شد نوبت هشتمین بخش از مجموعه بسیار شنیدنی شیرازه است از همکارم سام فرزانه شیرازه ورقی از گلستان سعدی تربیت سلام آیا دختر یک هنرپیشه خوب الزامن بازیگر خوبی می شود و جراح بدی؟ آیا ما محکومیم که در همان شغل و پیشه خانوادگیمان یا همان دور و برش بمانیم؟ اگر آره که امیرکبیر را احتمالا ما الان به عنوان مبدع یک نوع کباب یا خورش باید می و نه یک سیاست مدار. آیا فرزند یک قاتل دست کم هر روز روی صورت کسی با تیزی خط می اندازد و بچه آن دزد کم کم حکر می شود؟ بالاخره من باور کنم که سگ اصحاب کف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد یا اینکه که آقابت گرگزاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود در این شیرازه می خواهیم ببینیم سعدی چه نظری درباره ذات آدمی و تأثیر محیط بر انسان دارد و این نظر چه ربطی به زندگی امروز ما با شبنم طلوعی یکی از حکایت های سعدی را می خانیم. تایفه دزدان عرب بر سر کوهی نشسته بودند و منفذ کاروان بسته و رعیت بلدان از مکاید ایشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب بزرگان شهرهای اطراف با هم مشورت می کردند که اگر چنین پیش برود دیگر نمی توان در برابر آنها مقاومت کرد سر چشمه شاید گرفتن به بیل چپر شد نشاید گذشتن به پیل تا اینکه یک روز که راهزنها دنبال دزدی رفته بودند اینها هم از فرصت استفاده می کنند و چند مرد جنگ آزموده را میفرستند تا در پناهگاه آنها پنهان شوند شبانگاهی که دزدان باز آمدند سفر کرده و غارت آورده سلاح هستند بکشادند و رخت و غنیمت بنهادند نخستین دشمنی که بر سر ایشان تاختن آورد خواب بود چندان که پاسی از شب درگذشت مردان دلاور از کمین به در جستند و دست یکان یکان بر کتف بستند و بامدادان به درگاه ملک حاضر آوردند همه را به کشتن اشارت فرمود در میان دوزها نوجوانی بود که وزیر شفاعتش را پیش شاه کرد اخلاق خداوندی است که به بخشیدن خون او بر بنده منت نهد ملک روی از این سخن در هم کشید و موافق رأی بلندش نیامد و گفت پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بده است تربیت نااهل را چون گردکان بد است وزیر بر حسن رأی ملک آفرین خواند اما اصرار هم کرد بنده امیدوار است که در صحبت سالحان تربیت پذیرد و خوی خردمندان گیرد با بدان یار گشت همسر لوت خاندان نبوتش گم شد سگ اصحاب کف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد عاقبت ملک از سر خونه او درگذشت و گفت بخشیدم اگرچه مسلحت ندیدم فل جمله پسر را به ناز و نعمت برآوردند و استادان به تربیت او نصب کردند تا حسن خطاب و رد جواب و آداب خدمت ملوکش در آموختند ملک اما هم همچنان بر سر حرفش بود که عاقبت گرگزاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود یکی دو سال بعد اینطور که سعدی تعریف می کند آن جوان سر فرصت وزیر و هر دو پسرش را کشت و نعمت بیغیاس برداشت و در مغاره دزدان به جای پدر بنشست و آسی شد ملک دست تحصر به دندان گزیدن گرفت و گفت شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شور بوم خس برنامه راز دانش بود شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید میدونید که مجموعه برنامه ببخشید برنامه شیرازه بود راز دانش برنامه بعدی است میدونید که مجموعه برنامه شیرازه رو میتونید در آرشیو ما هم در ساوندکلاود و هم در وبسایت ما گوش بکنید bbcpersian.com وبسایت ماست و آدرس ساوندکلاود ما هم soundcloud.com/bbcpersian مجموعه برنامه‌های غیر خبری صوتی ما رو میتونید از طریق ساوند ما گوش بکنید /bbc برنامه روزانه ما رو هم میتونید از همون طریق و همینطور از طریق تلفن های همراه از طریق اپلیکیشن موبایل BBC بی, بی سی اپلیکیشن موبایل پادکست گوش بکنید دنبال بی بی سی پرژن اما نوبتی هم که باشه مانند هر یک شنبه نوبت مجموعی راز دانشه که این هفته هم مجددا به کرونا میپردازه سلام به این شماره راز دانش خوش آمدید برنامه ای که در اون تازه های جهان علم و پزشکی رو مرور می کنیم این هفته هم کل برنامه رو به تحولات ویروس کرونا اختصاص میدیم اول سعی می کنیم به این سوال جواب بدیم که این ویروس چقدر روی سطوح و در هوا دوام میاره و شانس انتقالش از این تاریخ چقدره بعد از زبان یک متخصص درباره کشف معالجات احتمالی در آینده خواهیم شنید. ویروس کرونا از راه مختلفی سرایت میکنه که شاید مهمترین اون مستقیماً از یک فرد به فرد دیگه ای باشه حالا کشورهای زیادی در جهان از مردم خواستن که از خونه خارج نشن که البته به معنی قرنطینه مطلق نیست همه ما از جمله برای خرید کردن مجبوریم بیرون بریم یکی از راه ابتلا اینه که ویروس اول از فرد آلوده به یک سطح منتقل بشه و بعد ما با این سطح تماس پیدا کنیم برای مثال از طریق جعبه های مقوایی کاغذ، بسته ها و کیس های پلاستیکی و غیره. خوشبختانه محققان در حال تحقیق درباره این موضوع بودند. از جمله در آزمایشگاه راکی ماونتن در مونتانا که متعلق به مؤسسه ملی بهداشت آمریکاست، است، ویروس ها روی سطوحی از جمله مس، فولاد، پلاستیک یا مقوا قرار داده شدند و بعد طی ساعت و روزهای آینده از آنها نمونه برداری شده. داده های شده سپس به گروه دیگری از محققان مثل دیلان موریس اپیدمی شناس در دانشگاه پرینستون سپرده میشه که دینامیک نحوه انتشار ویروس رو با کامپیوترها تحلیل میکنه او که مطالعی در این زمینه منتشر کرده توضیح میده ریسک انتقال از سطوع اونقدر وحشتناک نیست که به کلی از دست دادن به همه اشیا پرهیز کنیم اما چنین خطری وجود داره بنابراین شستشوی صحیح دست و تمیز کردن سطوع به خصوص در اماکن عمومی مثل هند ریل ها و ها در ساختمان ها مترو ها و امثال اون در صورت امکان کار عاقلانه ای ما تخمین میزنیم که نیمه عمر این ویروس ها روی فولاد 6 تا 8 ساعت باشه یعنی در این فاصله نصف اونها از بین میرند و در 6 تا 8 ساعت بعد نصف باقی مونده هم نابود میشه همینطور الا آخر این خیلی شبیه ویروسیه که در سالهای 2002-2003 باعث اپیدمی سارس شد او میگه این موضوع نشون میده که علت انتشار سریع ویروس جدید نه بقای طولانیش در محیط بلکه به دلیل مشخصات دیگه ویروسه مثلا به این موضوع اشاره میکنه که خیلی ها حامل ویروس هستند بدون اینکه خودشون مریض بشن و از اون اطلاع داشته باشن بقای ویروس روی سطوح مقوایی هم خیلی ها رو نگران کرده چون خیلی از بسته هایی که پستی دریافت میکنیم مقوایی هستند در داده های مربوط به سطوح مقوایی برخلاف سایر سطوح الگوهای خیلی روشنی از روند سعودی نابودی ویروس ها دیده نمیشه به نظرم یک دلیلش اینه که نمونه برداری ویروس ها از مقوا خیلی تره چون از جنس الیاف و ذرات رو جذب میکنه اما اگه فرض من درست باشه این خبر خوبی برای بسته هایی که پستی دریافت می کنید. چون مسئله فقط بقای ویروس نیست بلکه این موضوع هم مطرحه که اگه به بسته دست بزنیم چقدر امکان داره که ویروس به دست ما منتقل بشه نتیجهگیری او اینه که احتمالا انتقال ویروس از سطوح مقوایی به دست سختتر از انتقالش از سطوح فولادی به دسته سوال دیگه اینه که چه مقدار ویروس باید منتقل بشه تا شخص رو مریض کنه و البته این آزمایشی نیست که به راحتی بشه انجام داد چنانچه دکتر موریس اشاره میکنه امکان امتحان کردن این موضوع روی داوطلبان وجود نداره چون کار خطرناکیه برای همین اونها فعلا به تخمین ها تکیه میکنن پرسش دیگه ای که در مورد نحوه سرایت ویروس کرونا مطرحه از طریق سرفی دیگرانه دکتر موریس میگه که هر چند ذرات معلق ویروس میتونه روزها در هوا باقی بمونه اما تعداد اونها هر ساعت نصف میشه و مثل دود سیگار به سرعت منتشر و ناپدید میشه و اینجاست که به گفتی او زدن ماسک به صورت مهم جلوه میکنه دلیل خوبی برای پوشیدن ماسک وجود داره دلیلی که نه از روی خودخواهی بلکه ملاحظه حال دیگرانه چون اگه هنگام عطسه یا سرفه دهان و بینی ما پوشیده باشه تعداد خیلی کمتری ویروس رو راهی محیط میکنیم و خیلی تمیزتر از اونه که زیر بغلمون عطسه کنیم به علاوه خطرش هم کمتره چون اگر بازوهاتون رو بعد از عطسه بخارونید به راحتی میتونید ویروس رو به سطوحی که دیگران دست میزنند منتقل کنید او میگه نیازی به های مخصوص یا حتی معمولی هم نیست چون میشه با الگوهای موجود در اینترنت ماسکهایی در خانه درست کرد سوال دیگه ای که مطرح شده اینه که آیا هیچ نوع درمانی برای مبتلایان به ویروس کرونا وجود داره یا نه؟ یعنی داروی هست که تأثیر ویروس رو کم کنه؟ پیتر هوربی استاد رشته بیماری های واگیردار و بهداشت جهانی در دانشگاه آکسفورد به تازگی آزمایش های کلینیکی رو برای تست کردن داروهای ضد ویروسی شروع کرده. او میگه که داروهای ضد ویروسی زیادی که بشه روی کرونا امتحان کرد وجود نداره. اما داروهای دیگه هستند که از قبل

بعضی از این داروها پیوند خوردن ویروس به سلول رو مختل میکنه تا وارد سلول نشن و خودشونو تکثیر نکنند. بعضی داروها هم در روند تکثیر ویروس ها مداخله میکنن. در مجموع هر کدوم مکانیزمای مختلفی برای این کار دارند. ما از روز دوم ژانویه مشغول همکاری با دانشمندان چینی بودیم تا یه داروی مورد استفاده برای معالجه اچ رو امتحان کنیم. این دارو آنزیم خاصی رو هدف میگیره که مشابه اون دقیقا تو ویروس کرونا هم وجود داره میخوایم ببینیم آیا اثر مشابهی هم داره یا نه اون نمی‌تونه بگه که استفاده از این دارو یا امثال اون برای بیماران مبتلا به کووید 19 چه زمانی ممکن میشه اما مطمئنه که نتیجه آزمایش به روی داروهای ضد ویروسی زودتر از آزمایش به روی یک واکسن احتمالی روشن خواهد شد اما اینکه هیچ کدام اینها مؤثر خواهد بود یا نه رو باید بعد سو گمان سپرد چون گفته او متاسفانه بیشتر این تست ها به نتایج منفی منجر میشن یعنی بیشتر درمان ها به اون اندازه که اونها امیدوارند موثر نیستن بیشتر کسایی که به ویروس مبتلا میشن علائم خفیفی دارن برای همین نیازی به درمان ندارن و به بیمارستان مراجعه نمیکنن کسایی که به بیمارستان میان اغلب به شدت مریضن و ما در مورد ویروس کرونا دیدیم که مراجعه کنندگان اغلب در مراحل پایانی وقتی خیلی ناخوشن به بیمارستان میرن توی این مقطع درمان با داروی ضد ویروسی شاید خیلی موثر نباشه چون ریه ها از قبل به شدت متورم شدن یا دچار مشکلات دیگه ای شدن او پیش بینی میکنه که این بیماری احتمالا همه کشورهای جهان رو فرا خواهد گرفت. I think it's quite likely. Yes, it seems that it's very infectious and that if you put in place very به نظر من این اتفاق کاملا محتمله چون ویروس کرونا شدیدا مصری اگه تدابیر سفت و سختی مثل چین اتخاذ بشه میشه شیوع رو مهار کرد اما تاثیر اون به نظر من موقتیه انتظار میره با شل شدن تدابیر که چاره ای هم جزو نیست احتمالا شاهد ظهور مجدد موارد ابتلا باشیم بنابراین همه کشورها تا حدودی مبتلا خواهند شد ممکنه که در آینده وقتی بیماری شیو پیدا کرد با علائم عادی و خفیفتر تنفسی همراه بشه الان چون برای اولین باره که منتشر میشه شاهد علائم شدیدتر این پروفسور پیتر هولبی بود که با بخش جهانی بی بی سی صحبت میکرد و در اینجا به آخر برنامه این هفته میرسیم تا هفته آینده براتون آرزوی تندرستی میکنم برنامه راز دانش بود چندگان عزیز بسیار سپاس گذارم که تا این لحظه با ما بودید فرصتی هست و یک بار دیگه به شما بگم که با تغییر ساعت اینجا در بریتانیا فرکانس های جدید و تابستانی برنامه های رادیوی فارسی بی بی سی هم برقرار شدیم برنامه از ساعت 7 تا 8 صبح به وقت تهران و کابل از طریق امواج کوتاه رادیویی 41 و 49 متر فرکانس های 7360 7485 5985 و 6180 کیلوهرتز پخش میشه از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت تهران و کابل این برنامه از طریق امواج کوتاه رادیویی ردیف 21 25 و 31 متر فرکانس های 13825 11875 و 9825 کیلوهرتز پخش میشه یادآوری میکنم که برنامه های تلویزیون فارسی بی بی سی هم از طریق رادیو قابل دریافتی برنامه ها از ساعت 7 تا 8 نیم شب به وقت تهران و از ساعت 10 شب به وقت تهران از طریق امواج کوتاه رادیویی 49 متر فرکانس های 6100 6195 و 5875 کیلوهرتز پخش میشود سپاسگزارم از شما تا لحظات دیگر و با نواخته شدن زنگ ساعت بیگ من. ساعت دوم چشم انداز بامدادی رو آغاز میکنیم علی همدانی هستم به اتفاق محمد صبایی طبیعی کننده برنامه روز بسیار خوبی برای همه شما آرزو میکنم اینجا لندن است رادیو بی بی سی